رادیو و وب تیوی همسفر تقدیم می کند از هر دری سخنی خبر هنر فرهنگ کتاب شعر موسیقی تنز سیاست در برنامه از هر دری سخنی تهیه و اجرا هلن از هر دری سخنی خب خانم هلن عزیز درود فراوان بر شما و به یکی دیگه از سری برنامه های از هر دری سخنی بسیار بسیار خوش آمدید هرچند میدونم که کمی بیمار بودید و همچنان هم آثار این بیماری در بدن شما هست بسیار خوش آمدید سپاس گذارم. من هم درود دارم خدمت شما و خدمت همه عزیزان همراه این برنامه امیدوار هستم که کمی چی میگن جون گرفته باشیم به قول یعنی آره خیلی <تص> بهترم من شما هفته پیش متاسفانه من نتونستم بیام و پوزش میخوام من تا من برای شما توضیح دادم هفته قبلش که اینجا بودم وقتی داشتم میرفتم خونه احساس کردم خیلی حالم بده البته همون روزا من باز با داروی مسکن اینجا نشستم ولی متاسفانه بعدا که با پزشک در تماس بودم متوجه شدن که من دچار چهار لنگ خون شدم یا همون بال خودمون سینه پهلوی خودمون که بس. متاسفانه بسیار دردآور وضعیت شدم آه. ولی با بالاخره پزشک خوب زیاد <laughs> و بعد همت <laughs> همسرمو دخترم که تو استکهلم بسیار منو پز... بسیار پرستاری کردن خیلی حالا امروز بهتر خواهش در اصل یه صدای کوچولویی هم که در از بیرون میاد همسایگان هستن یا اون با... وقت <applause> مسارت داره برفا رو عجله در به خونه ها میزنه کنار که پوزش شما رو بپذید به خاطر این چند لحظه اگه صدای خب حالا چه دارید برای ما در این خبر که یه مقدار شلبت کنه شده ولی خب سعی میکنم یه جوری بگذریم از اینا مونتا الان که میدونید دهه فجر در ایران یا به قول خودمون دهه زجر آره یادتونه البته من دیشب یک میخواستم اینو بنویسم ولی متاسفانه یه مقدار زیاد سرحال نبودم دیر موقعم بود ولی به همین اکتفا میکنم که اینا به حدی دروغگوان به حدی دروغگوان که من واقعا موندم خودشون چجوری میخوان این اینا رو جمع کنن مثلا شما اگه یادتون باشه آقای خمینی چند بار هم گفت که آب, و آب رو مجانی میکنیم برق رو مجانی میکنیم رو چه مجانی میدارم کوخنشینا ها میشن کاخنشین خیلی از این حرفا زد اتوبوس مجانی میکنیم خیلی از الان یه چند نفر از این آقایون کاسلیست که خیلی هم چیز دارن منافع دارن پاچه خوب آره اینا معمولا از این کوچیک ها شروع میکنن ذهنیت مردم رو آماده کنن بعد مثلا اون یه گندهش میاد یه دروغ بزرگ میگه که حسابی همه باورشون بشه گفته نه هم چی چیزی رو امام نگفته اگه امام هم گفته منظورش با فقرا بوده نگفته همه ایران خلاص یه جورایی اومده این خبرو تکسیب کنه اما گزارش دیگری رو که پیدا کردم بسیار برای من جالب بود گفتم نه اتفاقا بدم نگفت گفت آب و برق و اینا رو گاز اینا مجانی میکنیم درست هم گفت برای دقیقاً, کیا کیا؟ دقیقا حالا برای کی مجانی کرده برای اماکن مذهبی آب برق و گاز هزینه اینها رایگان شد که این به سلام مکان اماکن مذهبی شامل مساجد حسینی ها مؤسسات قرآنی حوزه های علمی گلزار های شهدا و امامزاده ها بله اینا همه مجانی شده با اجازتون یعنی از پول نفت ملت بیچاره بعد ایرانی فرزند ایرانی باید تو خیابونا پشت اگزوز ماشینا بخوابه تا گرم بشه این آقای جنتی که به نظر من این دیگه رکورد حماقت رو زده باور کنید نمیرول مومنین دیگه اصلا وحشتناکه این خب خیلی حرفا میزن اولا که دیدی چند روز پیش پرید به اون ملک عبدالله که چقدر کشورهای هاشی خلیج فارس عصبانی شدن از این مسئله که چقدر ایشون به ملک عبدالله توهین کرده حالا این بماند ایشون اومده یه فتوای جدید داده ببین این مرد اصلا کسی بهش پشیزی ارزش قائل نیست پشت و سرم فتوا میده فتوای جدید آقای آیت الله جنتی اینجوریه که چنان چه مؤمنی در اثر فقر و گرسنگی ببینید چه جور زمینه سازی میکنن چون فقر و گرسنگی در کشور ما بیداد میکنه منظور من تهران نیست منظور من کبابی متری نیست منظور من بالای شهر تهران نیست منظور من قوم خیشای شما که مالشون خوبه نیست ایران میگم ایران هفتاد هشتاد میلیونی رو دارم میگم به حدی فقر و گرسنگی بیداد میکنه که اینا شروع کردن چجوری الان دارن زمین سازی میکنن میگه چنان چه مومنی در اثر فقر و گرسنگی ناشی از گرانی گرانی نان و آزوقه بمیرد ببینین یعنی چی یعنی دیگه ایجور نیست که طرف گشنه گوش خیابون به مرگ رسیده میگه اگر چنان چمچین موردی پیش بیاد شهید اقتصادی محسوب میشه و این شخص مستقیم به بهشت و در انبار آزوغه بهشت ساکن میشه در انبار آزوغه در انبار این حماقت من میگم یعنی الان دیگه بهشت و اون ملاقه و چه میدونم هور و پری و اصل و شیر و جاری اینا رفته دیگه دیگه اینا دیگه رنگ این این قسمت رنگی نداره الان زدن طرف حالا تو بمیر تو خیابون از گرسنگی بعدا میری تو بهش اونم چی قسمت انبار آزوقه از فتوه های نه... من تو همین دنیا جمعه هم تو قسمت با انبار بازوقه شما همین کتاب مقدس خودشونی که بهشون اعتقاد دارن باز کنین تمام این به صلاح رساله هاشون ببینی آیا اصلا چیزی در بهشت به جز هورو پری هفتاد متری اصل و شیر چیز دیگه بوده و سایه درختایی که سایه دارن مم. درست همون چیزایی که تو عربستان نبوده آیا شما ببینی اصلا حرفی از ام... اصلا قضا نبوده تو بهش که میگه اصلا تو بهش کسی گرسنه نمیشه فقط شیر و اصل میخورن به که تجدید قوا بشه برای که بتونن کار دیگه شون انجام بدن بله بعد این الان آزوقه هم آورده وسط فردا پس فردا چلو کباب پیتزا میاد با باور کن آدم از این حماقت اینا گویا یخچال پیتزا سن بعد این آقا از کشور این حقوق میگیره می هم که حقوقشن 8 تا شغل ثابت داره توی مملکت ما هشتا تا پست داره پست نه شغل پست مهم پست دولتی در بله. ما میخوایم حقمون از خارجی ها بگیریم بابا برو حق تو بگیر رئیس ستاد باسازی عتبات عالیات از ایران از اجرای عملیات متلاکاری مناره های حرم متحر امامین جوادین <applause> یعنی آقا اینا یک مثل این کمپانی یه سری کمپانی هستن توی عراق باور کنین اینا عطبات یه کمپانی دیگه اینا رو قرار کشور آفت زده ما قرار شده که تعداد خشت های مورد نیاز برای اجرای این بخش از تفاهم نامه که شامل متلاکاری چهار مناره مناره حرم متحر است در حدود 16 هزار گوش کنید 16 هزار خشت طلا قرار از کشور ما بره که بعد قرار شده همراه با اینا یک تیم از مهندسان هنرمندان و استادکارانی که میتونن با کمیته مهندسی و فرهنگ و صنعتی کشور همراهی کنن که مثلا منبتکاری کنن چه میدونم نقش بذارن نصبشون کنن 16 یا با قول آمیانه ما 16 هزار خشت طلا داره میره برای این آقایون این در واقع قانونی دارن طلا رو میدن بیرون دیگه بله کسی میتونه حرف بزن اگه شما با قول خودمون ایرانی آمیانه میگی مرد برو بگو چرا میگه آقا عطبات آلیاته طلا داره میگه بله. حالا معلومه نیست اصلا طلا بزنن اون بالا به هر جهت طلا دارن, طلا دارن طلا طلا میبرن میفرسنش بیرون میگه حالا میفرسن بیرون یا میبرن خرج اونام در هر حال هیچ فرقی نمیکنه از جیب ملت ایران رفته متاسفم شانس این نگفتش که مثلا امام گفته اینترنت را رایگان میکنیم فیلترین را نه ببین فردا پس فردا اگر دیدن آقای آزادی این انبار آزوق هم اثر نکرد میگه هر کس این بمیره میره اونجا اینترنت مثلا آخرین سیستم داره فلان باور کنین آه. یعنی اگر اینو گفتن چیز نکنه حالا باز میرسم حالا خیلی حرفای بی خود زدن یه آقای به نام رضا عظیمی مدرس حراست کل استانداری استان خراسان رضوی اینم به شما بگم میگن تو استان خراسان به خاطر این همین منبع اون معدن اون امام رضا دیگه و بعد به خاطر این هتلای زدن که میگن توی جهان مثلش نیست برای همین آقایونی که میرن اونجا و چی پولای اونجا خراب میکنن ریخت و پاش میکنن همین آقایی که مدرس حراست کل استانداری خراسان رضوی گفته اتاق فکر امریکایی ها پیتزا را جایگزین آبگوش در ایران کرده ببین تو خود از این ام میگم میگم اینا اصلا حماقت در بین اینا رکورد زده این یکی رو میذاری کنار اون یکی رو مثلا حالا نگفته بود که هاروارد م... در اونجا تنظیم میکنن مینویسن آره که... بعد ت... تو هالیوود درست میکنن آره. بعد میدن شبکه های ایرانی پخش کن اصلا تو, شما تو شبکه های ایرانی فیلم هالیوودی دیدین اصلا حالا اگرم باشه اگرم باشه مگه کل دنیا نمیبینن مگه تمام این مفرسن. هفت میلیارد بشر حالا حالا نمیگم همه دسترسی دارن ولی پنج میلیارد چهار میلیاردش اگه, برای کشور ما تنها بود آره خلاص ایشون گفته که امریکایی میخوان پیتزا رو جایگزین آبگوشت کنن حالا اصلا مثلا پیتزا رو اومدیم آمریکایی هم درست که پیتزا ایتالیاییه به قول شما بعدم اصلا گیرم این کار بکنن چه سودی میبرن اصلا من امروز به جای آبگوش پیتزا بخورم چه فرقی میکنه مگر افکار من با خوردن پیتزا میشه فرنگی مثلا اگه آبگوش خوردم میشم قهقرایی مثل شما من نمیدونم واقعا تازه الان که دیدین خیلی جاها همچین لوکس درست کردن و همچین تخت و دم دستگاه گذاشتن آبگوش و اون خیلی بیشتر فروش داره تا پیتزا که اداره مهاجرت سوئد هم اعلام کرد که انتظار میره که در سال 2015 همین سال جدید مقدار بسیار شمار پناهجویان این کشور به بالاترین حد خود برسه این هم جالب دونستم با سطح خبرهای ایرانی بگم که پیش بینی میشه که اداره مهاجرت شمار رو پناهجویان رو از هشتاد هزار تا تا صد و پنج هزار نفر افزایش بده مم. و الان هم, هم, که کلی استادن و به منتظرن که وارد سوئد بشن حالا این درباره این چیز ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی که این آقای جنتی کلی هم دریوری گفته نمیدونم شنیدین یا نه مم. که این وقتی که فوت شده تسلیت گفته برای اسرائیل و امریکا و این کشورها شاد باش گفته به تمام شیعه ها و قول خودش مسلمون ها یه آقایی که آمده جاش حتما میدونین تو این چند روز شنیدین ولی به هر برای اونایی که نمیدونن من میگم که اولا میدونین که این خانواده خانواده عرب سعودی ها که به از انگلیس این سرزمین بینا داد یک خانواده از شروع یعنی در این یک قرن اخیر که اینا به سر صاحب این سرزمین شدن یک خانواده فقط سرپرستی کرده یعنی جریان چی جوری بوده این پدر اصلی همون آقای به اصطلاح سعودی 66 تا بچه داره زناش هم که دیدین که عکسشو با یه با یه هم با زناش داره دیگه آره. عکس حرمش من عکس بچه‌هاش هم دیدم 36 تا پسر داره 30 تا دختر دخترها که که هیچ اصلا حرفی ازشون نیست این 36 تا پسر مثلا از پسر بزرگه اومد الان مثلا این ملک سلمانی که الان شده پادشاه که ولی عد بود الان هم, هم ولی عهدن بعد تا اینکه برسه باور کنید بعد مثلا, مثلاً تو کشور ما ولایت اون یه بچه اوله اینا نه همه ولیدن تا زمان که مثلا به اصطلاح به حالت طرف بمیره و اینا خوشحال بشن بیان جایگزین بشن بشن, بشن پادشاه الا همین آقای ملک سلمان پادشاه که میگن درس خونده است میگن خیلی خارج رفته است خیلی چه می‌دونم چنین و چنان حالا بماند که البته من هیچ وقت باوری ندارم نسبت به این آدما چون اینا خلبانی هم خونده چه میدونم خیلی هم وارده خونش هم از تلاست ولی مغزش متاسفانه اگه باشه یک پسر عرب آقای آزادی چند وقت پیش رفت با فضانوردا فضا به نام محمد به همراه این گروه فضانوردا بله. که پسر همین آقاست بچه هاش خیلی اهل درس و اهل چه میرم این چیزا هستن و فضا به عنوان فضانورد از طرف کشور به عنوان یک مسلمان یک مرد مسلمان به فضا رفت که به نام آقای محمد پرنس محمد مگه مسلمان یه جور دیگه میرن من نمیدونم دیدی من چقدر آفرین من چقدر از این مسئله بعض اوقات به قول ایرانی ها شکارم خانم شیرین نبادی میری میگه من یک زن مسا آخه بابا جان تو چیکار کار داری بی من نمیدونم چرا این دینش آفرین مثلا مادام کوری هم نوبل گرفت باید بگه من یک مسیحی خب شما میتونی بگی من یک انسانم به خاطر فکرم به خاطر آزاد منشیم به خاطر که همه انسانها رو ارزششون یکی برای من این جایزه سول نوبل به من میدن ولی من نمیدونم اینا چرا باید همین... اعمالی که انجام دادم حرفایی که زدم خب... بله چون ای یک تیتل اجتماعی شده برای اینا دیگه من مسلمانم حالا تو هر باش مثلا انشتین بیا بگه من یه یهودی خب مگه چند میده چند تا یهودی نوبل گرفته خب چرا چه لزومی داره شما دین رو وسط آره خلاصه اینم از این آقای هاشمی آقای سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان ایشون گفته که در آینده خطر کوتاقت شدن ایرانیا وجود داره چرا که عدم مصرف شیر و لبنیات در تراکم و توده استخوانی موثره وی همچنین گفت در حال حاضر از هر دو زن هر دو زن بالای چل سال و از هر سه مرد بالای چل سال یکی از اونا پوکی استخوان داره و در ایران سالانه پنجا هزار شکستی که البته اینا پنجا تا رو دو برابر سه برابر کنیم میده اینا هیچ وقت رقم درست شون درست نیستی. آره اصلا اینا چیزی به اسم آمار درشون وجود نداره این هم اگه میگه میخواد خلا رفع معطلی یه چیزی بگه حالا به قول خودش هم حتی اگر این رقم درست باشه میگه در, در ایران سالانه پنجاه هزار شکستی که استخوان رخ میده که ده هزار نفر از آنها به دلیل عوارض ناشی از شکستگی جان خودشون از دست میدن و ما بقیه دوچار معلولیت میشن شما فکر کنید همین پنجه تا رو اگه ما درست حساب کنیم یعنی ده درصد از این پنجه تا که میشه پنجه هزار تاشون که میمیرن چلو پنجه هزار تا معلولیت ما داریم به خاطر پوکی استخوان. به خاطر که شیر مصرف نمیکنن لبنیات ندارن برنامه غذای درستی ندارن بعد ایشان همچنین گفتن بسیاری از مردم بعد اینو گفته بعد دوباره اومده چی گفته گفته بسیار از مردم برای چیپس و پفک پول میدن اما شیر نمیخرن مردم ما که برای لوازم آرایش پول میدن و به ظاهر خودشون توجه, توجه می میکنن اما به اسکلت بدن خودشون که احتیاج به منبع پروتئینی داره شیر داره توجه نمیکنن حالا من پرسشم از این آقا اینه شما همین آقایونی که خانمایی که چه اون 5 درصدی که به قول خود 10 درصدی که فوت کردن و چه بقیه که معلولیت برین بعضی زندگیشون رو نگاه کنین اون کسی که مرد حسابی میره لوازم آرش میخره اون پولی شیرم داره اونی که میره چیپس و پفک میخره چیپس و پفک برای تفنن میخره میخوره شما برین کل درصد جامعه رو نگاه کنین چرا هر کاری میکنین یه کار خوبم که میخواین بکنین یه رقم درست بدین یه هشدار درست به دولت بدین دوباره یه کاری میکنین که داره خود ملت رو ببرین زیر سوال متاسفم دقیقاً نیاب. آخه کدوم ایرانی که میتونه بره یه کرم پنجه هزار تومنی بخره میره مثلا چه میدم نداره شیر بخره یا اونی که هر تو رستوران این همه رستوران این همه چی میگم میگن, میگن در اون پاچیکو کوچ چه, چه کارایی کردن اینا که برای اون ملتی که تو خیابون میخوابن که نکردن یا برای اون کارگری که الان ده ماه حقوق نگرفته که این کار نکردن که اون قشری که مل، با ملا هستن و کاسلیسن اونا دارن بله که اون اصلا شامل این پوکی استخوان نمیشه براش طرفی که بلند میشه میاد این رو دنیا بچهش میبینه یا میره چه میدونم میگرده یا بلند میشه میاد مثلا ترکیه که من خودم اونجا بودم کلی ایرانی دیدم اینا که دچار پوکی استخوان نمیشن که من که دقیقاً ویتامین به میگم متاسفانه هی میخوان یه جوری رو سفر رو بچرخونن دوباره گناه رو بندازن گردن خود مردم یعنی چی یعنی ما شیر داریم پولم هست ولی مردم خودشون ترجیح میدن برن بخورن نه بابا آقای برات قمبری معاون برنامه‌ریزی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگه که همزمان با دهه فجر ایجاله بود مم. که همین چند روز قرار دو موتور جستجوگر در ایران به عنوان موتورهای جستجوگر ملی رونمایی بشه نمیدونم شنیدین شما یه آقای آزادی نه 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 نشنیدم مثلا مثل ما که گوگل داریم اینجا میزنیم اینا دو تا موتور جستجوگر ملی اونا گوگل دارن آره حالا گوش کن بعد نگفتی یه جورایی شبیه یکیش هستش این موتور جستجوگر به نام پارسیجو دیگریش گوگر گوگر گورگور گورگور من نمیدونم این چه اسمیه گورگور آره گورگور این دو موتور جستجوگر مثلا حالا چی میخوای جستجو کنی مثلا درباره خودشون و این ماله ها و چه میدونم دروغایی که الانم که دیدی عکس آقای خمینی که گذاشتن برای دهه همین فجر همه رفتن به جز هم خلبان فرانسوی مونده نه از پدزاد خبریه نه از تبایی تبای خبریه نه از یزدی خبریه نه از بنی سطر خبریه فقط اون آقای فرانسوی خوش رو گذاشتن کنارش بله میگه که آقای احمدی نجاد هم حرف جالبی زده گفته که همین آقای رئیس جمهوری که مورد علاقه رهبر بود و رهبر گفتش که عقایدش و افکارش به من خیلی نزدیکه ایشون برگشته گفته بعضی از کارگزاران جمهوری اسلامی به دام شیطان گرفتار شدن حالا شما فکر و اگه کسی دیگه حرف زده بود در جا ادامش میکردن ولی این مردک نیم یک چیزایی دار از این آقای آزاد که اینطوری راحت میتونه بگرده بعدم یه سایت برای خودش فکر میکنم سایت بوده چی بود شنیدم تو رادیو گذاشته برای خودش خلاص داره حسابی جولون میده بعیدم ندونین که بعد از آقای روحانی بیاد درخواست چیز بکنه کاندیدای رئیس جمهوری بشه یک یونان هم که دیدین که سوسیالیست ها آمدن سرکار و رئیس جمهور جوان میخواد بیاد و بالاخره اون آقایی که خیلی هم جوان سال خیلی هم رویه های شیرین در سر داره چیزی که برای من جالب بود توی این مسئله اینه که کی میاد عقیدش چیه به خودشون مربوط یه ملت هم تصمیم میگیرن قابل احترام هم هست اما اینی که در یونان قانونی هست که شما این اجازه رو داری برای سوگن یاد کردن دست روی کتابی نذاری <تصفح> کشور یونان یک کشور مسیحیه زمانی که انجیل رو برای انجیل روی آقا آوردن گفتن دست روی انجیل بذار و سوگن یاد کن ایشون گفته من این کارو نمی کنم من سوگن به شرافت انسانی می کنم آفرین و این برای من قابل احترامه و در کابینه همین آقا هشت وزیر مسیحیت هست خیلی مسیحی به قول خودشون نه افراتی ولی به هر جد به مسیحی رو. شاید نه رو ولی اعتقادار اعتقادار آه، آه، آه. شدید هشت تا وزیرش مسیحی ولی گفت نه من نمیخوام دست روی کتاب مقدس بذارم برای شما و مقدس برای من شرافت اجتماعی شرافت انسانی ببخشید مقدسه و این برای من جالب بود که امیدوارم یه روزی ما به اینجا برسیم که خودمون انتخاب کنیم از چه راهی سوگند یاد کنیم و چه چی چیزی برامون مهم باشه گمرک که فرانسه هم یک محموله عجیبی رو در توقیف کرده که جالب بود توی محموله عجیب که بیش از یک میلیون یورو البته چند بوده یکیش در رفته حالا بقیه تونستن رد کنن تو این محموله یک میلیون یورویی کفش ورزشی بوده آیفون بوده آیفون قلابی باورتون میشه چین آیفون یعنی اگه یه کسی اومد به شما گفتش که من یه آیفون دارم ارزون بهت میدم باور نکنین امکان داره از همین محموله هاست بله این هم از این خلاص یک آقایی به نام احمد سالک که البته من دوست دارم بهش بگم سالک چون هم واقعا مثل سالکه در سخرانی پیش از خطبه نماز جمعه اصفهان گفته دشمن دشمن مثل اون آقای رابرش که میگه دشمن دشمن در اداوت خود علیه ایران و انقلاب جدی است و با تمام توان خود اقدام می کند و دشمنان برای معتاد کردن هر فرد ایرانی به مواد مخدر 300 میلیون تومان خرج می برای هر طلاق 150 میلیون یعنی مثلا دشمن ما که اسرائیل آمریکاست میاد برای که هر جوون ما معتاد بشه 300 میلیون خرجش میکنه تومن برای هر طلاق هم 150 میلیون آخه مرد حسابی اینو بر اساس چه زمینه میگی شما چرا به کم... کمبودای شماست کارای شماست عملکردای شماست که باعث معتادی و طلاق خانواده شده بعد اینو گذاشته به حساب دشمن آقای اینم در رابطه با دهه فجر آقای اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب معتلفه معتلفه اسلامی در یک شنبه شب در رابطه با دهه فجر گفت امام گاندی نیست <applause> یعنی توهی نکنینا امام از گاندی بالاتر این بوده چون امام ره دارای شخصیت چند بودی بوده و گاندی نبوده گاندی یک انسان بوده و بوده هیچ وی به سخنان امام ره حالا بعضش پرسیدن چرا چیز تو چیه مثلا زمینی فکری تو چیه که تو این فکر میکنی که امام یک مثل گاندی نبوده گفته وی به سخنان امام ره در بهشت زهرا اشاره کرد و تاکید کرد حال گوش کنین امام وقتی در بهشت زهرا نشسته بوده اونجا شعارایی میدادن مردمی که دورش بودن یکیش این بوده که عشق منی خمینی روح منی خمینی خب و یا اینکه ای خمینی ای امام از یه حرفا میگی که امام هیچ تحت تاثیر این شعارا قرار نگرفت که اونا دارن میگن امام عشق منی خمینی روح منی یا خمینی ای امام از اونجا حتی خطابش به امام کرد اصلا براش بیخیالی بود اما زمانی که مردم شعار دادن برخیزید ای شهیدان خدایی اون موقع اش در چشمان امام جمع شد این خاصیت الهیه گوش میدین شما ببینید ببینید چقدر وضع خراب تو مملکت مم. چون اسم شهید آورده امام متاثر شده بعد این حرکت آسمانی حرکت الهیه حرکت زمینی نیست پس بنابر این نباید بگین ولی این آقا اشاره نمی نمیکنه که اون اعدامایی که رو پشت بوم شد اون کشت و کشتارای شد اون دستورای اعدامی که این آقای خمینی داد اینا مایا الهی بود یا نه من فکر میکنم یک خبر متاسف کننده تر بخونم از کشور همسایه ما که متاسفانه اونا بدتر از ما بعضیاشون بعد اون ترانه رو میشنویم آقای آزادی روزنامه اصر ایرانی مطلبی نوشته بود که یک روحانی هستش در ترکیه از همین روحانی هم که ما داریم به نام آقای چوب... چوبلی یا چوبلی <تصفح> احمد حجا امیدوارم که من درست خونده باشم اگرم بد خوندم ببخشید ایشون اقدام به فروش کفن کرده شنیدین <تصفح> این آقای آزادی؟ نه هم زده آتیشه باور کنید حالا چرا ایشون مدعی هست که این کفن های ضد آتش برای جلوگیری از آتیش جهنمه شما فقط گوش کنید. خدا رو کلا بذارید یعنی فقط گوش کنید این روحانی ها این هم یه مدل از هموناش که ما تو کشورمون داریم میگه که روی این کفن ها که از پوست آهو و مزین شده و نوشت... خیلی جالب درستش کردن و خیلی هم بش... مثلا نوشته های قرآنی هم روش و اینا قیمت این کفن 370 دلاره توی ترکیه ها در صورت که مثلا کفن های معمولی کفن های هستن که شاید مثلا مثلا 20 دلار باشن ولی این 370 دلار برای این کفن میگیره به خاطر اینکه شما وقتی اینو میپوشی میذارن تو کفن میبرن می میذارن تو خاک برای که گناهات به جهنم نری این یک جور کلاهبرداری نیست یعنی خدا اگه در سر پل سرات بگن که شما مثلا چیز هستی افتادی تو آتیش جهنم نه دیگه یعنی نسوزی بله بعد شما هم... بعد مار قاشی اینا رو دقیقا. دستی یعنی دستی همون چیزهایی که در کتاب ببین آقای آزادی مردم اینو به شوخی میگیرن به نظر من مردم تا مثلا یه کاری میکنن پرچم میسوزنن میرزن تو خیابون یا یه کاریکاتور میبینن این به ام. نظر من از کاریکاتور بدتره شما مگه در کتاب مقدستون اشاره نکرده به جهنم مگر نگفته مجازات یک شخص بد جهنمه شما پس وقتی این کاری داری میکنی در علنا داری به اون خدای خودت به اون کتاب مقدسه مقدس می میکنی نایوان. نایوان. و به نظر من چقدر راحت از کنار این مسئله میگذرن این آقام کلی بعدم جالب چیه آقای آزادی جالب که چه کنم در داور چیه خیلی خریدن آره دیگه میخرن دیگه بچه فکر کردین متاسفانه مثلا طرف میگه احمد به سه نفر تجاوز کردم چهار پنج تا بچه رو بعد بخت کردم چهار تا رو کشتم آره دیگه دزدی آره کردم 300 دلار هم میدم آره کفن میخرم دقیقاً با. متاسفانه جا. یک خبر هنری میدم و بعد میریم سراغ این ترانه خانم ویتنی هوستون که یادتونه با. همین اواخر یک سال پیش بود فکر میکنم به خاطر اوردوز فوت کردن متاسفانه دختر 21 سالشون تو یک هتل پیدا کردن نیمه جان که میگن در حال کماس ام و فکر میکنن که بر نمیگرده اینم به سرنوشت مادر گرفتار میشه متاسفانه بیداره. بله ترانه رو بشنویم و برگردیم سازم. تو هم بسوز دمی به سوز سازم اما شود خیالت میزنه در آخه تا کیم وایی غم بسازم آخه تا کیم وایی غم بسازم نکو کاری دلم بی تو بمیرم چش به دامونت بیره یه روز آخر میای زارا و اما روزی که عاشق پیر پیره اما روزی که عاشق پیر پیره کجا نازنین و روزگار فصل لاشقی روز بهار هوا پر بی را آشنایی تو ندیم ده زیر نم بارو تو ندیم نم بارو و یاد رازم تو هم بسوز دمی به سوز سازم همه به خیالت میزنه در آخه تا کیمه با قم بسازم آخه تا کیمه با قم بسازم ده او روزی که من دل و تو بخصم تمام عقل و حوشم رد زده سم ده بختی که من عشق تو هر هنیم که هنیم مست مست هنیم که هنیم مصر مصر بسیار زیبا بسیار نیکو. بسیار نیکو بسیار نیکو با تشکر از شما به خاطر اینکه این آهنگ زیبا رو انتخاب کردین و تونستیم با هم بشنبیم بله, بله. بسیار آهنگ زیبایی بود و تقدیم میکنم به تمام لورای شرافتمند کشور خودم خب مالش نمیشته اون کردی من هم زی... این... نه زیر نمیشته ولی این زبان لوری بود نمی. آره. ترجمه کردن آره، به کردی بخاطب و فارسی دقیقا اوکی. ولی تقدیم... سعید شهروز بود دقیقا اینو انتخاب کردم ای من حقیقتا زیاد منابع ندارم ولی اینو انتخاب کردم تقدیم میکنم به لورای علی گودرز بروجرد خورم آباد لورستان بختیاری تمام لورای شرافندمند کشور خودم که باز افتخار هستم و خواستم فقط بگم که این سرزمین ما چقدر زیباست آهنگ عشقی بود ولی بسیار سوزناک و زیبا بود واقعا زیبا بود میدونی تنبل ترین آدم های دنیا کیا هستن کسایی که لباسشون دکمه نداره شلوارشون زیپ نداره کفششون بند نداره کار مشخصی هم ندارن مدیونی اگه فکر کنی آخونده <applause> با سپاس از علی آقا از یان شپین که اینو برای من فرستاده میگه مدیونی اگه فکر کنی آخونده <applause> آره حالا بخواه مادر بزرگم با مشغول زنبه آره مشغول زنبه یا <applause> <applause> دقیقا میگه خانمی با دوستش خرید میره و در حال خرید بوده دوستش متوجه میشه که کنترل تلویزیون تو کیف خانمه خانم دوستش میپرسه که بابا چرا کنترل تلویزیون با خود دردش آوردی چی کاری؟ میگه که ببین می شوهرم قول داده بود با من بیاد خرید نیومد زد زیر قولش فکر من اینجوری ولش میکنم حالا داره و دنبال کنترل آقایون یادتون باشه وقتی خانم میخواد بره خرید اول کنترل رو بپایین کنترل خلاصه میگه که توی هر کشوری اینم جالبیش این که همون مسئله فرهنگه ولی به نظر من چیز جالبه میگه صندوق عقب تو هر کشوری یک جای چیز جای،, جای یک چیز خاصه حالا میخواد م... چیز کنه مطابق به مقایسه کنه آره، سند آره صندوق عقب ماشین در کشورهای مختلف مثلا تو امریکا جعبه کمک یا اولیه میذارن و در بعضی نوا... نقاط زنجیر چرخ میذارن در آلمان چراغ خطر میذارن کپسول ضد آتش میذارن و باز هم بعضی مثلا شمالش ممکنه زنجیر چرخ بذارن در انگلیس جعبه ابزار میذارن و چراغ خطر میذارن در کشور ما قلیون زغال منقل باد بزن یه چماق هم برای دعوا او چماق آره شما بغل دست من از بس وقت آره او عقب دیگه جلوی که من مبادا یه وقت یه خطر چیزی شد مثلا بیرونی دیگه ندوی اون پشت خلاصه به این میگن چی به این میگن دوراندیشی ایرانی تفاوت فرهنگا دقیقا و جالب بود آره میگه که طرف میگه همکارم تعریف میکنه میگه توی مترو تهران یه پیرزن رو دیدیم کی میگفت من پنج تا بچه داشتم دو تاشون اسیر شدن و سه تاشون هم شهید شدن چی مزرد میگم مفقود الاسر شدن دو تا اسیر شدن و سه تا مفقود الاسر میگه تمام اون خانمایی که اونجا نشسته بودن بسیار متاثر شدن که و تحت تاثیر رفتار این خانم چه زن شیرزن و چه زن صبوریه که داره خیلی راحت از پنج تا بچهش اینجوری صحبت میکنه بعد پیرزن ادامه میده میگه که دو تا دختر داشتم که ازدواج کردن از سیر شدن سه تا پسرم دارم که ازدواج کردن مفعود شدن <تصحيح> بله آقایون شما که مفعود شدین زنگ بزنین برین سراغ مادرتون مادر شما پدر شما یک مدت کوتاهی در کنار شما هستن میدونم کار دارین میدونم بچه دارین میدونم خانواده دارین توی این شرایط که من خودم ناخوش احوال بودم من اینجوری نبود که زمین گیر باشم ولی فرزند من پنج روز دانشگاه گذاش اومد کنار من باورم کنین اونقدر به لحاظ روحی به من برای من کمک بود که به لحاظ جسمی من نیازی نداشتم واقعا میخواستم بیام مریض نه اونا بیچاره اینجا نیستن تو استکهلم زندگی نمیکنن ولی میگم یعنی اون چیزی که شما فقط کافی بدین ده دقیقه یه رو سری بزنید هیچی هم نمیخواد ببرین هیچ فقط اومدم ببینم مادر پدر اومدم ببینم باورم کنید خیلی خوشحالشون میکنین و اینو قدر بدونی که این پدر مادرها نشینن بگن یکیش مفقود یکیش اسیره آره خلاصه یه بابایی هم خیلی از دست خدا عصبانی بودی همچی چیزی رو میگه میگه خدایا کودکیمو دادیو گرفتی جوونیمم هم دادیو گرفتی چند ساله که زن دادی؟ خواستم یادآوریت کرده باشم <تصفيق> 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 خواستم یادآوری کرده باشم <applause> آه! آه! بعد یه موضوع جالبی دیگه که خوندم خیلی برام جالب بود میگه که خیلی تبعیض قائل میشن برای اینا که چششون مثلا سیاه یا ایه میگه چرا میگه چرا به کسی که چشش سبز و آبی یا میشیه مثلا میگن چش چش روشنا میگن مثلا طرف چش رنگیه مگه مشکی و قهوه ما جز رنگ حساب نمیشه مسیح. آه چرا این تبعیض میذارن دقیقا ولی میگن مثلا طرف چش... این چش رنگی ها خب مگه سیاه و قهوه هم رنگی جز رنگ حساب نمیشه م. این یه اصطلاحی که متاسفانه به اشتباه در بین ما چیز شده دیگه جای افتاده خانم هل نزدید شما اون یه تلفنی داشتین که دوستان اس میخواستن اسمسی چیز بفرستن هنوزم هم دارین یا ندارین ما اون تلفن من گم کردم <تصفيق> <تصفيق> دوست عزیز اسمس فرستدن که آنوید میشه از خانم هل سوال بفرمید که میشه با باهاشون تماس بگیریم یا خیر ممنون میشن بهشون سلام برسونید طبق معمول برنامه هاشون عالی هست سپاسگزارم که همین سپاسگزارم من هم شما بر... یه بفرمایید دیگه حتما من. من اینو به ایشون قول میدم ولی من تا یه ده دقیقه رو بعد از این برنامه هستم امیدوارم اونایی که برای آگه یا زنگ میزنن زنگ نزنن حداقل اگه کسی هست توی فاصله بتونه با من تماس بگیره ولی قول میدم حتما در اولین فرصت شماره جدید بیارم این چند وقت یه ذره ناخوش بودم ولی حتما مرسی از اینکه توجه میکنیم و ج... به, جاست، به جاست بگم سپاسگزارم از تک تکی کسانی که منو توی خیابون میبینن تو اتوبوس تونل بان خیاب مغازه فرق نمیکنه باورم کنید تک تک حرفای خوب شما به من انرژی میده من اگر امروز این انرژی و این برخورد شما نبود باورم کنش الان زیر لاف بودم آخه ولی سپاسگزارم به خاطر قدردانی تک تک شما خانمی که شوهرش فوت کرده بود بسیار غمگین بود و در مراسم تشی جنازه خوب گوش کنید در یک مراسم تشی جنازه شوهرش پشت سر تابوت را میرفت و با صدای بلند گریه و ناله میکرد و فقان میکرد مردی که پشت سر این خانم بود به دوستش برگشت گفتش که عجب زن وفاداریه به خدا من اگه آدرسش رو داشتم میرفتم باباش ازدواج میکردم خانومم که از زجه و ناله و این حرفا هم شنیده بود با صدای بلند شروع میکنه میگه عزیزم چرا من در خیابون ولی از چار رای شهید بشتی پلاک چارده تنها گذاشتی <تص> <applause> خلاصه این هم از این خانوم که مبتکر هم میبینین آره دیگه آدرز رو داد دقیقا خلاصه پدر بزرگی به پسرش میگه این چیزی که نوشته ببخشید میگه پدر بزرگ به پسرش میگه برو پدر سوخت قایم شو معلم دم دره و تو مدرسه نرفتی برو پاش بدو زود قایم شو پسره میگه نه بابا بزرگ این توی ای که باید بری قایم شی آخه من به معلم گفتم تو فوت کردی برای این مدرسه آه. خلاصه اینم از این خب ما آقای آزادی چقدر باید. وقت دارم که نخوام شما دقیقا هشت دقیقه خب پس میرسم یک دونه یک سایتی هست به نام قدس آی... آنلاین که این جالبی یک موضوع جالبی نوشته بود اینم قدس آنلاین؟ آره چی <strive> <begin> <laughs> اینا یه سایت هایی دارن آقای آزادی <rush> ببینین مردم بیچاره ما رو مجبور میکنن برن یه سری کتابایی که هیچ نوع محتوایی ندارن به اسم این امام و او امام و پیغمبر و چه میدارم از این چیزایی که خودتون میدونی تو ایرانم هم فرا... فراونه اینا برن بخرن بعد برن باش مالجه بشن ولی خودشون سرشون میزنید ترشون میدونید یا تو انگلیس یا تو کانادا واقعا. واقعا من پرسش من از این آخونده این اگر این کتاب اینقدر متواداری که تو تبر تب رضا مثلا حضرت رضا اینو چرا تو خودت بهش گوش نمی کنی؟ چرا خودت انجامش نمیدی حالا جالب اینه این مقاله رو برای شما میخورم میگه در روایت اهل بیت علیه السلام آمده که بدن آدمی س... 360 رگ داره خب که 180 رگ آن متحرک و 180 یعنی از 360 نصفش متحرک نصفش ساکنه خب رگ رگ بله دوش. ما 360 رگ داریم که 180 تاش ثابته 180 تاش هم متحرکه امام رضا علیه السلام درباره ساختمان کلی بدن میفرماید خداوند بدن را به هیچ دردی مبتلا نمی کند بلکه داروها را در طبیعت بر او قرار داده خب یه چیز خیلی طبیعه همه ما میدونیم چرا چون بدن بدنها بر سیاق یک مملکت ساخته شدن پادشاه این سرزمین قلبه در صورت که همه ما میدونیم عضوای در بدن هست که خیلی مهمتر از قلبه حتی اما بماند رگهایی که در بدن وجود دارن کارگران هستن سرزمین آن پادشاه سرزمین سرزمین آن پادشاه بدن انسانه و دستان و پاها چشما و لبها زبان و گوش و اینا یاران پادشاه هستن okay. حالا من نیمم چرا امام رضا از پادشاه است برده اینا که با پادشاه خوب نبودن حالا بماند بودن دیگه, آره دیگه. نه،, نه, نه اون که یکی دیگه است اهل بیت علیه السلام میگویند برای تقویت قلب و رفع گرفتگی ها توصیه میشه که کرفس و سیر و سیب و کندر و اصل و سرگه بخوریم خب این هم ایچی. امام رضا فرموده چه کاسنی بخورید چون کاسنی قادر از تمام بی ها بیماریهای شما رو شفا داد و هیچ مرضی در بجو... بدن وجود نداشته باشه با خوردن کاسنی, کاسنی چرا چیه؟ کا... یک گیاهه چرا این کاسنی رو به آقای خامنه ای ندادین چرا به آقای خمینی ندادین نصلا. چرا از صدر اسلام تمام اماما و پیامبران یا کشته شدن یا, یا بیمار بودن نصلا. یکیش مرگ طبیعی نمرده دقت کردین باور نکنین یا کشتنشونون با شمشیر رو اینا زدن یا به بم... با بیماری فوت شدن حالا چرا این حالا بماند با این خب امام رضا به نقل قول از حضرت علی میگوید که روزی حضرت محمد در حال خوردن به بود کیه که یکی از یارانش به نام تلهه بن عبید ب... بن, عبید الله وارد شد که دید حضرت رسول به در دست داره و میخوره و قسمتی از آن را به تلهه داد و به او گفت بخور که برای قلب تقویت قلب و راحتی قلب خوب است میگم که هیچ مدرکی نیست حالا اینا شنیدن به خوبه مثلا مثل خیلی از زربون مسائل رو که ارتباطش میدن به این امام و به اون امام حالا بازم ما با اینش باز کاری نداریم امام رضا علیه السلام همچنین درباره نقش تغذیه و رعایت اصول تغذیه در تقویت رگهای بدن میفرمایند در بدن حالا این امام رضا گفته ها در بدن رگی هست که آن را رگ اشا یا اشا نام گذاری به نام شام اسمش این رگ تو بدن ما یه دونه رگم هست که اسمش رگ شامه نهار شام اگر شخص اینجاشو گوش کنید بعد آقای, آقای, جنتی هم فتوا میده نخوریم بمیریم بریم بهشت اگر شخص شام خوردن را واگذارد یعنی نخوره آن رگ تا صبح او را نفرین میکند یعنی بنده اگر مثلا این شب رژیم داشتم شام نخوردم همون رگه که اسمش شام تو بدن من شروع کنه من نفرین کردن و میگه خدا تو رو گرسنه بذاره چنانچه چه تو مرا گرسنه گذاشته ای و تشنه بذاره چون اگه تو مرا شب مثلا آب نخوردی ننوشیدی پس مبادا کسی از شما شام را وا گذارد هر چند یک اگر چه حتی یک لغمه باشه پس با شام بخورین حالا پرسش من از این چه تمام علم دنیا میگن آقا شام نخورید. علم کنید. آره بعدم ای این رگ چه جوریه این رگ اسمش شامه. رگ غیرت و اینا فرم دیگه نه دیگه. دیگه. بعد اسم این رگم رگ شامه. حالا کجا چی کو بماند. همین آقایون اینا رو چاپ میکنن. کتاباشون چندین بار چاپ شده فروش رفته همین کتاب تب و رضا تو ایران ما یکی از پر فروش ترین کتاب موجود در بازاره اما تو خونی آخوند یکیش پیدا نمیکنی. کنی هیچ کدوم از آخوندا سرشون هم میزنید ترشون میزنی پیش ملک انگلیسیشون هست در حال خوردن کوبیدو و چنجو و اینان بله, بله. خب میریم سراغ آقای آزادی این موزیک و زیر داشته باشیم که بعد من بعد از این بلافاصله میرم سراغ سخنان برگزیده و یواش یواش پس شما در واقعتش با این موزیک الان میخواییم آهسته باشه یک بعد آره که كبا. آره بعدش اون چیزی می خونم این یک داستان کوتاست تقدیم به عزیزان خواهی شما میشنمیم بعد یک چند لحظه به بله <مخوامم> منم خودم؟, خودم فکر کنم داستان گم شد نه <assador> زیادن زیادن به خاطر وقت مثلا میکنم کوتاه رو در ذر بگم میگی که ملا نصرودین هر روز در بازار گدایی میکرد مردم با نیرنگی حماقت او, او را دست مینداختند دو سکه یکی طلا و دیگری نقره به اون نشان میدادند اما مولا نصرالدین همیشه سکه نقره رو برمی طرف دو تا سکه می‌گرفت تو دستش یه طلا بود یه دونه نقره مولا نصرالدین برداشت اون نقره رو برمی داشت این باعث شده بود که اینو دستش بندازن این داستان در تمام منطقه پخش شد هر روز گروهی زن و مرد می آمدند و دو سکه به اون نشان می دادن. یعنی طرف مد کناش می مد... رد می دو تا سکه می گرفت و دستش یه نقره یه تلا دوباره باز مولا نصرالدین همون نقره رو ور می داشت تلا رو ور نمی داشت خلاص این شده بود یک کاسبی روزانه مولا تا اینکه مرد مهربانی که از دیدن این صحنه ناراحت شده بود در گوشه میدان به سراغ ملا رفت و گفت ببین ملا این چه کاری که تو داری میکنی؟ هر دفعه من تو رو زاخسیات چوب زدم هر دفعه من به تو نگاه کردم یا اصلا شاید پ... اصلا دربارت پخ شده تو کل مثلا شهر که شما سکه طلا رو ور نمیداری که طلا ارزش بیشتره نقره رو به جاش ور میداری آخه این چه کاریه؟ چرا اینجوری میکنه اگه تو طلا رو ور داری که بیشتر پول گرفت میاد؟ و بعدم تازه غیر از این دستت هم نمیندازم بگن طرف ساده یا چه احمق یا نادونه ملا نصرالدین به آن مرد لبخند مهربانی زد و پاسخ داد ظاهرا حق با شماست اما اما اگه سکه طلا رو بردارم دیگه به من پول نمیدم که تا ثابت کنن من احمقم شما نمیدونی به خاطر همین مسئله من چقدر پول گیرم اومده <applause> راستون میگه دیگه اگه یه دونه دیگه دیگه تمام میشه دیگه, می دیگه. ریکتش به هم میخوره میره حالا نتیجه اخلاقیش چیه اینه که اگر کاری میکنید هوشمندانه هوشمندانه است اشکالی نداره دیگران به شما بخندن و شما رو احمق فرض کنن از اینکه دیگران درباره شما چه فکری کنن نگران نباشید به این آفاره. فکر کنید که آفاره. کاری آفاره. که دور میکنی درست باشه آفرین آفرین قسمت آخر ای کاش بعضی از آدم ها مثل اسکناس بودند و میشد بگیرشون جلوی نور تا ببینی اصلی یا تقلبی میگن می شبا چیزی نخورید راستی اگه قرار بود که ما شب چیزی نخوریم چرا تو یخچال لامپ گذاشتن؟ <تص> بعضی وقتا آرزو میکنم ای کاش گربه بودم میدونی چرا؟ اه. چون هر چقدر چاقتر بشی مردم بیشتر دوستت دارن در زم در کل روزم میتونی بخوابی <applause> <تص <تص> 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 ناامید هرگز برنده نمیشه ولی برنده هرگز ناامید نمیشه نواهای غمگین بدن و روان آدمی را پژمرده و نابود می کند پس شاد زندگی کنید ابزار اندیشه درست فریاد و شمشیر نیست یادتون باشه غم سیاه چال توانایی است غم را از خودتون دور کنید نه هرگز از این سیاه چال در نمیایید و ناتوان میمونید بسیار سپاسگزارم از آقای آزادی از همه عزیزانی که امروز با این برنامه بودن از شما. بهترین ها رو براتون دارم و شاد باشید شما موفق و پیروز باشید سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده دنباله برنامه رو با آگهی های تجارتی خواهیم داشت و بعد به بخش نیازمندی ها میرسیم و بعد از نیازمندی اخبار رادیو اسرائیل و بعد از ساعت سه بعد بخش پنج و بعد از او با جناب کاکاوند عزیز وکیل پایه که دادگستری ایران بر روی خط خواهیم بود تا بتونیم که شاید بتونیم مشکلی از مشکلات شما رو حل بکنیم